آنگلا مرکل، مقابله با رویکرد تهاجمی رژیم ایران در منطقه. مایک پومپئو، غارت ثروت کشور توسط رژیم فاسد ایران. سوریه، حمله و کشتار اسد و شبه نظامیان رژیم ایران. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در عمان پایتخت اردن در یک نشست خبری مشترک با پادشاه این کشور، خواستار اتخاذ راه حلی فوری در برابر سیاست تهاجمی رژیم ایران در خاورمیانه شد. به گفت کشورهای اروپایی درباره برنامه موشک‌های بالستیک رژیم ایران و همچنین حضورش در سوریه و نقشش در جنگ یمن نگرانی مشترک دارند. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در یک پیام و در کنار عکسی از پاسدار قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، نوشت: در حالی که خانواده‌های ایرانی گرفتار هستند، رژیم فاسد ایران با غارت ثروت کشور و هزینه آن در جنگ‌های نیابتی منطقه موجب ثروتمندتر شدن سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و گروه حماس شده است. پومپئو روز پنجشنبه در پیام دیگری گفت: تقریباً 30% جوانان ایران بیکار هستند. مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا نسبت به احتمال فروش فناوری تسلیحات اتمی کره شمالی به رژیم ایران هشدار دادند. هیل، نشریه کنگره آمریکا، به نقل از این مقام‌ها نوشت: این نگرانی وجود دارد که رهبر کره شمالی بتواند سیستم‌های پیشرفته فناوری موشکی را به رژیم‌های یاغی مانند رژیم ایران بفروشد. یک مقام دیگر گفته است: کره شمالی تقریباً هر سیستم نظامی که قیمت مناسب برای آن پرداخت شود را می‌فروشد. رژیم ایران نیز پیشتر قیمت خوبی در ازای این سیستم‌ها پرداخت کرده است. پدر سالخورده زندانی سیاسی رامین حسین پناهی، زندانی محکوم به اعدام، گفت: نیروهای امنیتی رژیم آخوندی به اجبار از او علیه فرزندانش فیلم گرفتند. همزمان مادر این زندانی سیاسی از تمامی مردم به خاطر تلاش‌هایی که برای رامین شده تشکر کرد. دایی رامیلم تشکر لامردی مکم کمک و رامیلو پرگانم کرد. من باب رامیلم لگه وزود بودم یالا لسو لگه و بودم یالا قصه با کرخوام کم من قصه با کرخوام لکه یا قصه یان پی ناکم من فیایی کم ریشن مو هیچی کم نی حالی نیا بدبختم بیچاره لره خوان لره پیغمبر کاریک من زگا کن پوچن و ریچن من این آمارا جا کم سین من هیچی کم نی حال میگه من برامی روشی خویم نی قصیان دست سردم یا درو کن. مدیر کل پزشکی قانونی رژیم در استان فارس به افزایش آمار خودکشی طی سال 96 در این استان اعتراف کرد و گفت پایین آمدن سن خودکشی نیز یکی از شاخصهای نگران کننده است. طی هفته‌های گذشته شاهد وقوع دو مورد خودکشی در افراد نوجوان بودیم که یک مورد آن اقدام به خودکشی یک دانش آموز دختر کلاس ششم دبستان در شیراز بوده است. وی افزود در سال 96 تعداد 348 مورد خودکشی منجر به فوت در فارس داشتیم که بیشترین تعداد مربوط به گروه سنی 15 تا 45 سال بوده است. روز پنجشنبه بر اثر حملات وحشیانه نظامیان اسد و شبه نظامیان رژیم ایران در منطقه درعا، 8 غیر نظامی کشته و بیش از 15 تن دیگر مجروح شدند. بنا به گزارش‌های منتشر شده، هم‌اکنون درگیری‌های شدیدی در شهرک میسکه در شمال درعا بین رزمندگان ارتش آزادی سوریه و نظامیان اسد و شبه نظامیان رژیم ایران در حمایت از اسد جریان دارد. روز گذشته یکی از فرماندهان ارتش آزادی سوریه به رژیم اسد هشدار داده بود در صورت تهاجم به جنوب غرب سوریه که تحت کنترل اپوزیسیون است، با آتش‌فشانی از گلوله روبرو خواهند شد.